وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بر این باور است که شماری از رهبران پاکستان متوجه تهدیدی که این کشور با آن روبروست شدند، اما وی بر نیاز به اقدام در این راستا تاکید می‌ورزد. ثبات و پایداری پاکستان با تلاش‌های جامعه جهانی در افغانستان پیوند اساسی دارد. همچنان این در همکاری‌های آینده ما و اسلام آباد نیز نقش محوری دارد. همزمان با این کاخ سفید نیز نسبت به اوضاع پاکستان ابراز نگرانی کرده است. پیشتر وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داد که اوضاع پاکستان جهان را با تهدید مرگبار روبرو می‌سازد. من فکر میکنم که حکومت پاکستان به گونه بنیادی و اساسی با طالبان و هراس افغانان واگذار شده است. در این میان کابل نیز بر نگرانیش در این باره تاکید می‌ورزد و ادامه این اوضاع را در پاکستان با پیامدهای ناگوار را می‌داند. نهادهای مختلف پاکستان باید همکاری بکنند در مبارزه با تروریسم و نه اینکه برایشان امتیاز بدهند. نتایج گذشته بسیار رقتبار بود. نتایج تراژدی داشت و بدون شک نتایج این حرکت هم برای پاکستان و برای منطقه ما بسیار خطرناک است. طالبان پاکستانی دیروز به منطقه شانگلا که در حدود 50 تا 60 کیلومتر با اسلام آباد فاصله دارد وارد شدند. گفته می شود هدف بعدی این پیشروی طالبان در بلا بزرگترین بند برق پاکستان خواهد بود که بیشتر بخش این کشور را از برق بهره‌مند می سازد. مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت العلمای پاکستان اعلام داشته است که طالبان در صورت رسیدن به این بند برق دیگر در اشغال اسلام آباد با مانعی روبرو نخواهند شد. نیروهای پاکستانی دیروز برای حفاظت از پلها و ساختمانهای دولتی وارد بونیر شدند و نخست وزیر این کشور نیز گفت که در صورت ادامه تلاشهای طالبان برای گسترش نفوذشان در سراسر پاکستان، حکومت در برابر آنان از نیروی نظامی کار خواهد گرفت. اما مولانا فضل الرحمن تاکید می‌ورزد که پاکستان در این جنگ شکست خواهد خورد. اگر پاکستان از این جنگ دوری بورزد، طالبان نیز از فعالیت در برابر آنان دست خواهند برداشت. در حالی که آگاهان اوضاع کنونی پاکستان را خیلی پیچیده و خطرناک می‌خوانند، آنچه که مایه نگرانی های فزاینده شده است، این است که طالبان در صورت گسترش نفوذشان در پاکستان به کشوری دست خواهند یافت که نیروی اتمی دارد. اگرچه دیروز مولانا سمیع الحق پدر طالبان افغانی ملاقاتی داشته با صوفی محمد و صوفی محمد گفت که اجالتا ما میتونیم که چند وقتی قضات و حکام از منطقه اخراج نکنیم و مستقلانه خود اعلان نکنیم، ولی اون چی که من باور دارم یک سناریوی بزرگیه. سناریوی بزرگ بالاخره باعث تجزیه پاکستان خواهد شد و باعث ناامنی در افغانستان خواهد شد. پاکستان هم کشته که که طالبان روش داد به این سویه رسان آخر دامنگیر خودشان شده. میبینین که آیسته آیسته حتی طرف اسلام آباد هم میخواین که اوجه رو بگیرن. یک وقت خود از اونا تقویه میکرد طالبان را میخواست که افغانستان سرنگون کند به حساب طالبان. مگمال خودشان دوچار اینمی مشکلات شده. حکومت پاکستان در ماه پیش در منطقه سوات با طالبان پیمان بست و رئیس جمهور این کشور لایحه مجوز اجرای احکام شرعی را در این منطقه به امضا رساند. اما اکنون طالبان از واگذاری جنگ افزارهایشان خودداری کردند و میگویند که هدف اجرای احکام شرعی را در سراسر پاکستان دارند.